رسماً در قاب کشور خورشید قرار گرفتیم. در برنامه پایانی کشور خورشید سلام و ارادت خدمت همه شما دوستان عزیز، همراهان خوب کشور خورشید، بسیار خوش آمدین و با افتخار امشب در خدمت شما هستیم با گفتنی های درباره خود برنامه و همراهی گرم و صمیمانه شما دوستان عزیز. سلام عرض میکنم من خدمت همه دوستان. بعد از 46 برنامه ما دیگه به پایان این سلسله رسیدیم. ما خودم هم تصور نمیکردم 46 برنامه بشه، منتها خب دیگه وقتی که شروع کردیم دیدیم گپا و گفتنی ها در مورد افغانستان قابل توجه و استقبال و علاقه دوستان هم ما رو دلگرم کرد به تداوم این سلسله برنامه ها تا ای که به 46 برنامه رسید. دقیقاً حضور گرم و صمیمانه شما دوستان عزیز، همین لحظه پیام هایی که شما دوستان میگذارین واقعا بر ما دلگرم کننده بود. خود آغازی حرکت، خود برنامه کشور خورشید و ابتکار خود استاد بود که واقعا فکر میکنم که کار بسیار ارزشمندی انجام شد در نوع خودش برای خیلی از مردم ما، بخصوص جوانای ما که نیاز داشتن به اینکه در مورد افغانستان بدانن، در مورد آداب و رسومش، در مورد فرهنگ و پیشینه غنی کشور ما خب نیاز داشتن به یک برنامه منسجم که فکر میکنم کشور خورشیدی نقش را بازی کرد. البته این را ما باید از زبان شما بشنویم، ولی ما تلاش خود را کردیم، به خصوص من مانده نباشید بگم خدمت استاد دیگه ای بابا عادت کردیم و خوشحال هستیم که همراهی دوستان عزیز را داشتیم، هم از شما دلگرمی گرفتیم و هم خوشبختانه تانستیم مطالب خوبی را در برنامه ارائه بکنیم. و تشکر از پیام های شما دوستان عزیز که همین لحظه یکی یکی کامنت ها و پیام های شما بر ما واقعا دلگرم کننده هست. نمیدونیم چی بگویم، یعنی گفتنی زیاد است، اشتیاق زیاد داریم که داری برای بیشتر درباره خود برنامه صحبت بکنیم، در مورد همراهی های شما دوستان عزیز، در مورد خود عوامل برنامه دیگه صحبت ادامه بدیم. بله، عرض کنم که در واقع انگیزه این برای ما از زمانی ایجاد شد که پارسال احساس کردم که بعد از تحولات اخیری که در کشور اتفاق افتاده دو موضوع است که اینجا اهمیت داره. یکی این که من دیدم بسیاری از دوستان سوال هایی داشتن و مطالبی در مورد وضعیت افغانستان، در برای خب بالاخره افغانستان در کانون توجه قرار گرفته بود و اطلاعات و آگاهی همه مردم هم نسبت به تاریخ افغانستان به خصوص و جغرافیای تاریخی او زیاد نبود. خیلی پرسش ها دیرباز در ذهن ها بوده درباره مسائل زبان فارسی، درباره مسائل زبان های دیگر، درباره اقوام، درباره جای ها که به نظر می رسید یک موقعیتی باید اینها رو بازگو کرد. پارسال ما وقتی احساس کردم که یک توجه ویژه دوباره به موضوع افغانستان میشه، احساس کردم که خب ما الان نیاز به این موضوع داریم. یک مسئله دیگر هم هست و اون ضرورتی هست که واقعا ما احساس میکنیم برای شناخت کشور، برای نسل جوان و این که ما یک حرکت فرهنگی برای همیشه باید داشته باشیم که آگاهی بخشی در کشور و در نسل جوان ما و مردم ما نسبت به مملکت بیشتر بشه. ما غالب مشکلاتی که داشتیم بخش عمده او به خاطر ناآگاهی بوده. حالا این ناآگاهی ممکن است از مناسبات دو کشور باشه، ممکن است از مسائل داخل کشور باشه، ممکنه برای نسل جوان خودمون باشه، برای هموطنای ما، یا ممکنه برای دوستان ایرانی باشه. و هرچی این آگاهی ها بیشتر بشه طبیعتاً ارتباط و وفاق بیشتری بین ما ایجاد خواهد شد. موضوعات بسیاری در ذهن مردم هست. مثلا برای مردم ایران سوال هست که زبان فارسی افغانستان، زبان افغانستان، فارسی افغانستان چه جایگاهی داره، چه موقعیتی داره و ارتباطش مثلا با زبان پشتو چی است. خیلی از دوستان ایرانی ما میپرسن زبان پشتو چی است، چه خصوصیاتی داره، چه نظام آوایی و واژگانی داره. خیلی از مسائل که به عنوان گره‌های کور در مناسبات دو کشور مطرح میشه همیشه هست. خیلی وقتا صحبت میشه استقلال افغانستان. من یه خاطره را عرض کنم خدمت دوستان و خدمت دوستان عرض بکنم در مورد یک خاطره را عرض بکنم. چند وقت پیش یکی از دوستان ایرانی آمده بود و تبریک گفته بود استقلال افغانستان را، و بعضی از دوستان دیگر ایرانی خیلی شاهاشان
سوال کرده بودن، براشون ابهام بود که این که افغانستان از ایران جدا شده این کجای تبریک داره. یعنی میگفتن که ما مردم ایران چرا باید بیایم استقلال افغانستان از ایران رو تبریک بگیم. و اون دوستی هم که استقلال افغانستان رو تبریک گفته بود خودش هم نتونسته بود جواب واضحی بده به این، به خاطر اینکه ایشون هم فکر کرده بود که این استقلال از ایران منظوره. و بعد ما در اونجا در یک پستی نوشتم که وقتی ما استقلال افغانستان میگیم منظور ما استقلال یا جدا شدن افغانستان و ایران نیست، بلکه استقلال افغانستان از دست استعمار انگلیس هست در زمان امان الله خان. یعنی وقتی استقلال افغانستان گفته میشه منظور استقلال از دست انگلستان هست و اصلا ربطی به جدایی از ایران از افغانستان نداره. خب خیلی وقتا ممکن است ما به استقلال افغانستان افتخار کنیم، بعد دوستان ایرانی برایشون سوال باشه که این برای ما خوشایند نیست، مثلا این موضوع جدا شدن دو کشور. گذشته از اینکه اصلا خود جدا شدن دو کشور موضوع مورد بحثی است که از چه زمانی اتفاق افتاده. و بسیار مسائل دیگر، مثلا موضوع آب هیرمند، موضوع ابهام بزرگی که در مورد هیرمند وجود داره، خب نیاز به این داشت که ما در یک برنامه به اون بپردازیم. و خیلی از گره ها، خیلی از مسائلی که در ذهن و زبان ما مردم وجود داره و با این برنامه میشد به اونا. مثلا یک موضوعی که خب در کتاب های تاریخ ایران آمده متاسفانه، یعنی در متن کتاب رسمی درسی در ایران آمده، حمله هوتکی ها حمله خارجی تلقی میشه به ایران، درست است؟ بله بله. و این باعث میشه که خب یک اشتباه در ذهن عامه مردم شکل بگیره که حمله خارجی از سمت افغانستان در دوره صفویه رخ داده و خب کل ذهنیت میسازه، ذهنیت منفی میسازه، ذهنیت از افغانستانی ها به عنوان نیروی متجاوز، در حالی که خب یک سلسله داخلی بوده. این دیگه شما باز برنامه فکر میکنم چیز بله در یکی از برنامه مفصل به این موضوع پرداختیم که اگر قرار بوده که افغانستان بخشی از ایران دانسته بشه در زمان، خب حمله اوتکی ها به اصفهان هم یک جریان داخلی اتفاق افتاد و یک جریان داخلی حساب میشه، اصلا یک تهاجم خارجی حساب نمیشه. ما در بخش مربوط به اوتکی ها به این موضوع پرداختیم. و بسیاری از مسائل دیگر در مورد اقوام افغانستان، در مورد زبانها، در مورد زبان ارتباط زبان فارسی و پشتو و امثال اینا همچنانی که عرض کردم، خب اینا طبیعتا این انگیزه رو در ما ایجاد میکرد و بعضی از دوستان ما هم این را پیشنهاد میکردن و میگفتن که جای این چنین برنامه خالی است. ما لایف هایی داشتیم، برنامه بیدلخانی داشتیم، برنامه شعرخانی داشتیم که با آرستان بود، تقریبا دو سال هست، دو سال و نیم هست که این برنامه های مجازی ما وجود داشته. منتها بعضی دوستان، از جمله خانم نجفی دوست عزیز ما که امروز الان هم در اینجا هستن و خودشون بعدن دیگه یکی از عوامل این برنامه شدن، یکی از کسانی که بود که پیشنهاد میکرد که این چنین برنامه خوب است که به عنوان یک لایو اینستاگرامی باشه و این پیشنهادها بود که کم کم ما رو به این صرافت انداخت که سلسله کشور خورشید رو شروع بکنیم. و حالا این را هم عرض بکنم که شما لوگو و تصویر کشور خورشید رو هم پشت سر ما میبینین که این را هم آقای وحید جان عباسی طراحی کرد و به این ترتیب ما یک گروه که عملا 3-4 نفر بودیم این برنامه را دنبال کردیم و ما به این نتیجه رسیدم که خیلی وقتا کارها به صورت همین تلاش‌های فردی گاهی بهتر به نتیجه میرسه تا یک آدم بیایه همین پیشنهاد بده طرح رو به یک مؤسسه، به یک سازمانی که آقا ما می‌خوام چنین چیزی، تا اون طرح بره تصویب بشه، تا نمیدونم امکانات برش اختصاص داده بشه، تا چیکار بشه، می‌بینی اصلا به نتیجه نرسید. بعدم تو همیشه درگیر اینی که مطابق میل اون سازمان یا جایی که این رو حمایت می‌کنه چیکار. به همین خاطر ما این رو به صورت یک کار شخصی دنبال کردیم، با همو امکانات شخصی، یک کار دلی و شخصی، با همو امکانات شخصی، با همو گوشی تلفنی که معمولا هم ما برای این قضیه دشواری داشتیم، گاهی وسط لایف تلفن می آمد و این را عرض بکنم که گوشی تلفنم معمولا اینستاگرام ما بود و گوشی زینب جان، یعنی وارد می شدیم به گوشی زینب جان از طریق او، چون گوشی ما یک مقدار ضعیف هست، هر دو گوشی های آنچنانی نیست، بالاخره هواوی بوده هر دو گوشی و حالا یکی یک کمی بهتر، منتها با این کیفیت بهتر بود.
بعد خب اینستاگرام با وارد اینستاگرام ما میشد، بعد از او باز بعضی وقتا ایشون بیرون بود، مثلا با عجله خودش میرسان به خاطر اینکه گوشی به دست ما برسه و برنامه رو اجرا بکنیم. بعضی وقتا وارد اینستاگرام میشدیم، از این آیدی از این شناسه به او یکی وارد میشدیم، از این اشتراک به او اشتراک میدیم، قفل میکرد اینستاگرام و داستان های هم از این جریان داشتیم که بعضی وقتا باعث شد که حتی لایو های ما ضبط نشه یا اجرا نشه. خود مجموعه کشور خورشید که حالا یک مجموعه یک پکیج فرهنگی و هنری شد در واقع برای عزیزانی که ندیدن برنامه را، ما انشالله کوشش میکنیم خود ویدیویش که در یوتیوب یکی یکی با گذاری میشه و در مورد برنامه صوتیش، خود صوتش چند برنامه را ما کار کردیم که خود برنامه ادیت میشه، ویرایش میشه، موسیقی گذاری میشه، چند برنامه را ما موفق شدم که کار بکنم و انشالله این روال ادامه خواهد داشت و صوت برنامه در کانال جناب کاظمی قرار میگیره. بخیر انشالله دوستایی که میخواین برنامه را ببینن، حالا صوتش اگه میخواین بشنون از طریق کانال ایشان، اگه ویدیوشان میخواین ببینن در یوتیوب برنامه بارگذاری میشه و اطلاعات مفصل و گسترده در مورد آداب و رسوم، در مورد خط، در مورد شعر، در مورد داستان، در مورد بازی‌های محلی، فرهنگ عامیانه، در مورد دوره‌های تاریخی که افغانستان سپری کرده، دوستانی که علاقمند هستن میتونن مراجعه بکنن و انشالله بشنون استفاده کنن. میگه دوستان رو دیدم خیلی علاقمند شده بود به این موضوع، میگفت که من تمام این برنامه‌های کشور خورشید بعد از اینکه فهمید که چقدر متنوع و ما همه چیزهای مربوط به افغانستان رو تقریبا در اونجا بیان کردیم، میگم من علاقه دارم که تمام این 45 قسمت رو اصلا بگیرم گوش کنم و خوشبختانه که تمام اینا ضبط شده موجود هست، یعنی تمام 45 قسمت به صورت صوتی همه اینا ضبط شد، به صورت تصویری هم حدود 41 دو قسمتش ضبط شد، دو سه قسمت به خاطر این مشکلات فنی که به خاطر گوشی تلفن و اینا ما داشتیم از ضبط موند و اونهایی که نسخه های تصویری تا حدود 22 قسمت در یوتیوب گذاشته شده، دوستان میتونن یوتیوب به کانال ما مراجعه کنن و کشور خورشید ریاض جستجو بدن و لینک یوتیوب اینا هم با در کانال تلگرامی ما هست، اونجا میتونن دوستان برنامه رو به صورت تصویری ببینن، اگر خواسته باشن نسخه صوتی رو گوش بکنن، این نسخه صوتی هم دانه دانه آماده میشه، زینب جان اینا رو مرتب میکنه، صداگذاری میکنه و بعد هم الان من از جواد امتحان میگیرم. این هم میخواستم یک پیشنهادی هم بکنم اینجا، خب اینا رو زینب جان صداگذاری میکنه و با مرور منتشر میشه، 10-12 برنامه او تا حال در کانال ما آمده گذاشته شده و در سایت ما هم 10 برنامه فکر میکنم منتشر شده، انشالله در سایت ما هم که خواهیم گذاشت همه رو برای که اگر دوستان کانال نداشتن یا تلگرام نداشتن بتونن دسترسی داشته باشن. جواد شیخ الاسلامی میگه او دوستی که گفته که من همه برنامه هم میبینم جواد خواهد بود، میگه از من امتحان بگیر. او روز من صحبت میکردم از برنامه، گفتم درباره زبان فارسی ما در این برنامه صحبت کردیم، درباره زبان پشتو صحبت کردیم، گفت تو پشتو میفهمی؟ من اونجا چند جمله پشتو صحبت کردم، تعجب کرد آقای جواد شیخ الاسلام، گفت تو پشتو از کجا گرفتی؟ گفتم خب ما مدرسه افغانستان درس خوندیم تا کلاس 12 مکتب رو در افغانستان درس خونده بودیم. بعد ایشون گفت چند تا جمله بگو در پشتو، من بعضی از عبارتهایی که ایشون دوست داشت رو به پشتو گفتم. الان میگه امتحان بگیر، من میخوام بگم که تو اول همون جمله های پشتو رو یاد گرفتی یا نه، اگر یاد داری بگو که من تو را دوست دارم چه میشه در پشتو. حالا این گیرم داده که من میخوام که من تو را دوست دارم را در پشتو برای ما بگی. خیلی جمله حساس و مهمه. جمله حساس. حالا تو میگی چی بگی که این یک کتاب است، این کاغذ است، چیزایی که معمولا در مدار. حالا ما به کتابای مکتب که من تو را دوست دارم که یاد نگرفته بودیم در مدرسه. بعد جواد گیر داده که من تو را دوست دارم، من نمیدونم برای اینکه میخواد که کدام دختر پشتو زبان پیدا کرده میخواد به او بگه این گپ یا مخ بزنه، نمیدونم دیگه، حالا بعد خودش در این مورد توضیح بده. بسیار عالی. خب انشالله که دوستای عزیز راضی بوده باشن از این مجموعه برنامه. اگر دوستان عزیز ما که هر هفته صمیمانه پای برنامه بودن، اگر خاطره ای دارن، صحبتی دارن، میتونن تقاضا بتن بیاین. پیشنهاد من همین بود. بله. میخواستم بگم که اگه دوستانی هستن که علاقه مندن بیاین بالا و صحبت بکنن، میتونیم
از حضور اونا استفاده کنیم. دقیقا. خب اون روزیه که دیدم و میخوام بهش بگم. خب خدا انشاءالله که به سلامتی باشه. فقط مشتو مراقب باش که کلمات درست ادا کنی که یک دفعه تبدیل به دشنام نشه. بله. بله زیاد قاسمی هم همین. همین که بله من فکر میکنم یک مسئله داره جواد شیخ الاسلام. بله. چون همش میگه که من تو را دوست دارم و به پشتو بهم یاد بده. بله. تازه ما مینه. بله بله یاد گرفته ماشاءالله. و یک نکته دیگر هم عرض بکنم اینجا. ها درباره انتشار اینا در کانال. من کانال تلگرامی دارم. در اون کانال تلگرامی که نشانی او را هم اینجا خدمت دوستا میدم. ما اینا را قسمت های مختلفی را منتشر کردیم. و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. سایت ما هم هست که نشانی اونا را اینجا باز خدمت دوستان. منظور سایت رسمی محمد کاظم کاظمی هم بزنن هست. اونجا یک قسمتی داره سرفصلی داره به نام کشور خورشید. و دوستان میتونن نسخه صوتی رو در اونجا ببینن. خب دیگه خب. زیاره امتیاز گرفت دیگه. بله بسیار عالی. خب. و من دیگه زیاد گپ زدم. یک چیزی هم عرض بکنم ها که ما از اواسط برنامه تقریبا از برنامه ده دوازده هم مهمان هم داشتیم در برنامه و غالبا یکی از دوستا به صورت در اینجا ما از دوستانی که اهالی فرهنگ و ادبیات و دانش و اینا بودن می آمدن و درباره موضوع یا احیانا درباره موضوع دیگری که در حوزه کار خودشون بود با ایشان صحبت میکردیم و غالبا این مهمان ها را هم خانم نجفی سمیه سادات نجفی هم هماهنگ میکرد. خانم نجفی یکی از پیشنهاد دهندگان این برنامه بود و بسیار هم جدی و پیگیر بوده. خیلی از این استوری هایی که در اینجا گذاشته میشده را ایشان آماده میکرد میگذاشت، اطلاع رسانی ها میکرد و هماهنگ کردن مهمان ها که کاریه که من اتفاقا در این موضوع خیلی تنبلم. یعنی یک تماس میخوام با کسی بگیرم دو سه روز طول میکشه تا اینکه من بالاخره تصمیمی که میخوام به یک نفر زنگ بزنم عملی کنم. خیلی در این قضیه تنبلم. ببین دیگه زینب جان میدونه یک چیزی که بگه تو با فلانی زنگ بزن میدونه که تا پنج روز دیگه من فقط میپرسه خب تو زنگ زدی؟ میگم من یک پیام به تلگرام دادم منتظرم جواب بده. بعد میگه خب چی شد؟ بعد میگم خب این تلگرام میشه که نایده تلگرام پیام به واتساپ میدم. بعد از اون باید پیامک دست آخر بعد از پنج روز میبینم به آدم زنگ زدم کاری که چهار روز از او مهلتش گذشته. و برعکس خانم نجفی در این قضیه خیلی پیگیر و مهمانایی رو برای ما هماهنگ کرد که اصلا تصور نمیکردیم. مثلا آقای شریف غزل از کشور آلمان رو با ما هماهنگ کرد که صحبت کردیم و حتی جناب الطاف حسین سراهنگ رو هماهنگ کردن. منتها خب آقای استاد سراهنگ الطاف حسین شرایطش جسمیش اجازه نداد و خیلی از دوستان دیگر و باید ما یک تشکر ویژه از ایشان بکنیم و دعوتش بکنیم که بیاین اینجا و صحبت بکنیم. من خیلی گپ زدم. بله خب من اجازه بدین بگویم که یکی از افتخارات ما در این برنامه همراهی و همکاری بسیار جدی و پشتیبان در واقع قسمی نقش تهیه کننده را در برنامه کشور خورشید داشت خانم سمیه سادات نجفی و یکی از زنان فعال مبتکر و خلاق و صاحب ایده هست سمیه جان عزیز. یک نمونه از زنان توانمند افغانستان که خب طبیعتاً خیلی از زنان توانمند ما در افغانستان هستن که استعداد و توانایی دارن اما متاسفانه فرصت بروزش پیدا نمیشه و فراهم نمیشه و ما این افتخار داشتیم که در برنامه کشور خورشید سمیه سادات نجفی عزیز را در کنار خود ما داشتیم. آماده هستیم که به جمع ما بپیوندن صورت ماهشان رو ببینیم و صدایشان رو بشنویم. خب ببینم که خانم نجفی درخواست دادن. خانم نجفی اگر که درخواست بدین یا ما شما هر وقت اعلام آماده هستین اعلام آمادگی کنین که ما شما رو دعوت کنیم که بالا بیاین و با شما صحبت بکنیم. اگر دوستان دیگری هم هستن که تمایل دارن از خاطراتشون از صحبتایی که دارن بیان بکنن برای ما بگن. بله خانم سمیه آیه کی گفته که 45 قسمت هر کس ببینه برش جایزه بدین. خب من از کجا ببینم که اون 45 قسمت رو دید اون نفر؟ ولی واقعا میشه اینچنین طرحی گذاشت؟ میشه اصلا یک طرح مسابقه گذاشت هر کس از برنامه مگر که باز شما آزمونی هم بگیرین دیگه؟ آره آزمونی هم بگیرین که مشخص شد. بله دوستان هستن مرتب با ما میپیوندن و خانم وفایی هم مرتب از این طرف چیز میگه دستم درد گرفت از بس قلب فرستادم. واقعا دوستان خیلی استقبال میکنن.
گفتن کتاب در مورد تاریخ افغانستان که از نظر شما مورد سند و اعتبار باشد لطفا معرفی کنید. کتاب بسیار خوب در تاریخ افغانستان، افغانستان در 5 قرن اخیر از مرحوم محمد صدیق فرهنگ است و اگر دوستان این کتاب رو پیدا بکنن بخونن خیلی کتاب خوبی. البته کتاب مفصل هست، 1200-1300 صفحه است. خب خانم نجفی وصل شدیم، گفتیم که گفت که ایشون که یک لایو امتحانی بریم منطقه، ما افلات کردیم. حالا دوباره درخواستشون را تایید کنم. خدا کنه که مشکل فنی پیش نیاد امشب که مهمان ویژه داریم در واقع. بله ایشون برقرار وصل شدن منتها تصویر سیاه هست. بله سلام عرض شد. سلام سلام خدمت استاد کاظمی گرانقدر، خانم بیات عزیز و دوستان عزیز بیننده دارید. خوشحال هستیم سمیه جان عزیز که خودت هم میبینیم. ما خود در برنامه در هر هفته که کشور خورشید شروع میشد حضور داشتیم، ولی پشت صحنه بانوی خورشید بود در واقع سمیه سادات عزیز که پشتیبانی میکرد برنامه را، هم در قسمت استوری های مختلفی که با هنرمندی تمام میساخت و هم پشتیبانی های مهمان ها که گفتنی در این باره زیاد است. خوشحال هستیم که در این برنامه روی ماه خودت رو میبینیم و میخواییم بشنویم از خودت، از جزئیات کار، از سختی کار و از پیگیری بسیار جدی و فعالی که خودت داشتی و اگر نبودی پیگیری ها برای ما به زیبایی تمام اجرا نمیشد. بسم الله الرحمن الرحیم. یک جهان تشکر از شما، از آقای استاد، شما زینب جان عزیز. همه اتفاقایی که افتاده بعد از لطف خداوند امکانی بوده که استاد کاظمی برای من فراهم آوردن، یعنی اعتمادی که ایشون به من کردن و یک ریسک بزرگی بود برای منی که هم از نظر سواد در سطح پایینی هستم و اطلاعات کمی دارم و یک تازه وارد به محیط فرهنگی و ادبیات افغانستان هستم. این خودش ریسک داشت که من وارد برنامه بخوام بشم و استاد کاظمی من این اعتماد رو کرد. لطف خیلی زیادی بود، یعنی بالاتر از توان من اعتماد کردن، هم حمایت کردن از من، حمایت همراهی کردن، شما همراهی کردی، شما حمایت کردی، بارها و بارها تشویق کردی و کمک کردی در جایی که احتیاج داشتم، نیاز به یک هدایت و راهنمایی داشتم، کنار من خواهرانه و دوستانه بودی، ازت متشکرم. ورود من به فرهنگ و هنر برای کسی که مثلا از صفر شروع کرده، یعنی مثلا اطلاعاتی در این زمینه نداره، مثل بچه‌ای که 3-4 ماه هست و میخواد شوق را رفتن داره، همه بهش میخندن میگن هنوز نه خزک کرده، نه 14 صفا کرده، میخواد راه بره، مثل کسی که دستای اونو میگیره و آهسته آهسته اونو بلند میکنه که راه ببره. برای من این اتفاق افتاد. من از زمان بچگی خودم به افغانستان علاقه داشتم، چون پدر خودم که همیشه میگفت یکی افغانی بودنتون رو پنهان نکنید، افتخار کنید، و در مورد افغانستان همیشه صحبت های خوبی داشتن، ما تشویق میکردن به اینکه ما افغانستانی هستیم، باید به خودمون افتخار کنیم، به وطنمون افتخار کنیم. این رویه در من بوده همیشه که باید سعی کنیم وطن خودمون رو با دستای خودمون آباد کنیم. شرایط این که مهاجرینی که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، در ایران زندگی میکنن، در جاهای دیگه زندگی بکنن، به قدری شرایط سخت شد برای همین یکسان نباشه. ما چون جزء سادات هستیم، یا مثلا از نظر چهره، از نظر لهجه، از نظر گفتاری نزدیکتریم با مردم ایران، شاید تبعیض کمتری نسبت ما شده، ولی خیلی وقتا کسایی که در جامعه به دید یک افغانستانی باهاش برخورد خوبی نشه، در سالهای گذشته، 20 سال گذشته، 30 سال گذشته، رفتارهای تبعیض‌آمیز و نگاه مثلا از بالا به پایین بوده، شناختای درستی نبوده،
در شرایطی بچه های مهاجر بزرگ شدن که هویت خودشون رو از دست دادن. یعنی این که ما بالاخره افغانستانی هستیم، ما ایرانی هستیم، ما کجایی هستیم، به کجا تعلق داریم، و خودشون رو بی‌پناه احساس میکردن، احساس میکردن که ما رها شده ایم، بی سرزمینیم، بی سرنوشتیم، آینده ای نخواهیم داشت، از تحصیل محرومیم، از کار درآمد، از آسایش و امکانات دیگه ای که همه مردم دنیا در هر گوشه ای دارن، ما اون امکانات رو نداریم. اینا همش برای من دغدغه بوده در سالهایی که مثلا بزرگ میشدم، در راهنمایی بودم، در دبیرستان بودم، و فکر کردم به این که ما چه کار میتونیم بکنیم تا شرایط خودمون رو بهتر بکنیم، رشد بکنیم و از این شرایط بیاییم. شاید مثلا در سالهای زیادی محیط در فضای مجازی این امکان بوده که شاعرای افغانستانی، هنرمندان، اهل قلم بیان و محیط رشد فرهنگی رو ایجاد بکنن برای اتباع افغانستان و مهاجرین افغانستان در سراسر ایران شاید جایی بوده. جالب اینجایی که من با وجود این که مثلا هم شعر و ادبیات رو دوست داشتم و توی بلاک‌ها فعالیت میکردم، خیلی از شاعرای ایران رو میشناختم، وبلاگ الیاس علوی داشتم، ولی نمیدونستم که در مشهد دور دری هست، یه جایی هستش که مهاجرین در اونجا فعالیت فرهنگی دارن انجام میدن، و واقعا الان افسوس میخورم چطور در چند قدمی من همچین مرکزی بوده و من اصلا از اون بی اطلاع بوده، مثلا نمیدونستم که بوده. موقع این که من توی یکی دو سال اخیر که من تازه گوشی هوشمند داشتم وارد این استا شدم، بعد فعالیتم تو پیج های شعری و ادبیات بوده، در پیج خانم فهیمه تقدیری من شاعر افغانستانی دیدم و یکی یکی مثلا حالت دومینووار متصل شدم به این که یک سری ما شاعر داریم، ما نویسنده داریم. برام عجیب بود، برام جالب بود این که ما این همه شاعر افغانستانی داریم و من اصلا بعضی من اسمها رو نشنیده بودم، اسمها رو نشنیده به جز استاد کاظم کاظمی اسمی بود که من این اسم برام آشنا بود. چرا من تو گوگل سرچ نکردم؟ چرا مثلا عکس ایشون رو ندیدم؟ چرا مثلا در مورد فعالیتشون تحقیق نکرده بودم که ما شاعر داریم؟ برای من این که من مثلا تا این همه با این علاقه خودم، تا این سن خودم از این فعالیت دور بودم، این برای من مثل یک شوک بود. و شروع کردم به این که ارتباط برقرار کنم و این که ما برای فرزندان مهاجری که خارج از افغانستان در هر کشوری هستن، به خصوص در ایران هستند، اینو اطلاع رسانی کنیم، نشر بدیم که ما داریم، از نظر فرهنگ غنی هستیم، ما شاعر داریم، ما نویسنده داریم، ما اقتصاددان داریم، ما پزشک داریم، ما دکتر داریم، ما فیلسوف داریم، ما خیلی غنی هستیم، یک کشوری هستیم با مردم آگاه، با سواد و پیشرفته. اما کشور ما در شرایط جنگ بوده، به دلیل لطماتی که ما توی جنگ خوردیم و مثلا گروهک هایی مثل طالبان که به ما اجازه رشد فرهنگی نمیدادن، هم تمدن ما رو دارن نابود بکنن، هم جلوی این حضور در اجتماع، حضور ادبی و فرهنگی رو دارن جلوشو میگیرن. چقدر خوب هست که ما برای دانش آموزان، برای نوجوانان، برای جوانهای مهاجر اینو نشون بدیم که ما داریم این آدمها رو. شما شرمنده نباشید، شما یک هویت دارید، شما یک ماهیت دارید، شما یک پناه دارید. ما در هر جای دنیا که باشیم یک زمانی برمیگردیم به کشور خودمون، از هر جایی هم که هستیم این هویت ما، این افغانستان گولن ما، این با ما هست، اینو حفظ میکنیم تا زمانی که به کشور خودمون برگردیم و اونجا زیست خودمون ادامه بدیم. بله، یعنی در سمیه جان عزیز، دغدغه هایی که از قبل خودت داشتی و نیازی که حس کردی به این که بتانه یک برنامه ساخته شده که بتانه به خصوص به نسل جوان چهره خودش، هویت تاریخی خودش نشان بده، اطلاعات دقیقی از خودش بده، شما را در واقع رساند به کشور خورشید، به اینکه حالا که امکانات فضای مجازی هست، امکان برنامه‌سازی هست، امکان قرار گرفتن از راه دور
در کنار همدیگه هست، ما و شما دست به دست همدیگه بتیم و برنامه رو بسازیم که انشالله بتانه مفید باشه و او چهره ایره که خودت میگی که لازم است به نسل جوان شناختانده شود و در این برنامه معرفی شود، درست است؟ بله، تشکر از شما. میخواستیم البته دغدغه ها از زبان شما شنیدن داره، ولی مخاطبین برنامه کشور خورشید که هر هفته پای برنامه بودن میخوان بدانن که سمیه سادات عزیز برای هر برنامه چی کار میکرد، با چه شرایط سختی روبرو بود، همه هنگی ها را چه قسمی انجام میداد، در این برنامه صحبت بکنین سمیه جان. زمانی که من با استاد صحبت می‌کردم اولش از پیام‌هایی بوده که تو دایرکت می‌دادم، یعنی مثلا پیام‌های صفحه صفحه و طولانی و خواهش و درخواست و التماس‌هایی بوده که برای استاد می‌نوشتم، تا یه جایی که استاد گفتش که من فقط اگر بیام بخوانم پیام‌های شما رو، من یک وقت زمان زیادی رو باید صرف کنم اینکه پیام‌های شما رو بخونم و کار خوبیه، فعالیت خوبیه، مناسبه، اما مثلا من زمان بره برای من. زمانی که استاد کشور خورشید رو شروع کردن، با توجه به این که مثلا توجه علاقه من شدن، اجازه دادن که من وارد کشور خورشید بشم و همراهی بکنم. پیشنهاد این که مثلا مهمان داشته باشیم نتیجه بود که من و استاد بهش رسیدیم، گفتم که یه خورده هماهنگ کردن برای من که در طول روز فعالیت های نوشتن دارم، ویراستاری ندارم، زمان بره من گفتم که من استاد انجام میدم، منتها این که بخوان به من پاسخ بدن کسایی که من زنگ میزنم و دعوتش میکنم، یه نفری که هیچ کس نمیشناسه سخته. استاد گفتم که من اعلام میکنم شما هماهنگ کننده هستین و یک برنامه رو میگیریم و ببینیم که آیا جواب میده یا جواب نمیده. اولین مهمانی که دعوت کردم آقای عارف جعفری، موقعی که من بهشون پیام دادم که دعوتشون میکنم، گفتن خانم بیات با من هماهنگ کرده، من بهش قول دادم همه چی انجام میشه، یعنی به این صورت. بعد همینجوری مهمان هایی که برای هر هفته هست، با توجه به اینکه موضوع برنامه چه خواهد بود، مثلا من از استاد سوال میپرسم موضوع چیه، استاد به من این اجازه رو دادن که من چون میخواستم یاد بگیرم فعالیت های فرهنگی رو، تازه مثلا من پله اول بودم و میخواستم شروع بکنم، استاد اجازه دادن که من خودم مهمان ها رو انتخاب کنم و بعد یعنی بشناسم، تحقیق کنم، ببینم که چه مهمانی به درد میخوره، نویسنده یا شاعر. و من هر هفته ای به این فکر کردم که تا آخر این هفته ما چه کسی رو میتونیم پیدا کنیم برای قسمت بعدی، چون که اطلاعات نداشتم و اصلا اسم رو بلد نبودم، شخصیت رو نمیشناختم، نمیدونستم که چه آدم هایی، چه شخصیت هایی زمینه فعالیتشون چه داری هستن، شروع کردم به این که میپرسیدم، مثلا از استاد مظفری سوال میکردم، از کم کم به ندرت از آقای بیمه سوال میکردم، از مثلا شما سوال میکردم، از دنبال افراد مناسب بودم، سوال میکردم، پیج ها رو نگاه میکردم، بررسی میکردم ببینم که آثارشون چجوری هست، حوزه فعالیتشون چجوری هست، بعد اعلام میکردم به استاد، استاد من این شخص رو پیدا کردم، شما موافق هستید که در برنامه حضور داشته باشن؟ و خب این که استاد دست منو باز گذاشته بودن خیلی کمک بزرگ بود. استاد هیچ موقع اینو من در تنگنا قرار نمیدادن که هر هفته باید مهمان داشته باشیم، میگفتن اگر کاری داری یا حال خوب نیست یا به هر صورتی که این هفته مهمان نبود مانعی نداره، خودتو تحت تنگنا و فشار قرار نده که حتما باید مهمان داشته باشیم یا حتما باید استوری داشته باشیم، حتما باید اطلاع رسانی کنی، در حدی که خودت میتونی و به خودت لطمه نمیرسه در کنار برنامه باش. یا یعنی اینکه چرا این برنامه، این مهمان رو انتخاب کردی؟ همیشه خیلی خیلی صبوری استاد برای من یه چیز خیلی عجیب بود، تو مثلا تا این اندازه مثلا صبور، بزرگوارانه، پدرانه، برادرانه در کنار من بودن که نمیگفتن الان داری اشتباه میکنی، الان این مورد خوب نیست، درست نیست، و موافقت میکردن که برنامه با کمک همدیگه پیش بره.
منم مثلا یواش یواش یاد گرفتم. بعد یه جاهایی که اشتباه می‌کردم استاد مثلا من چند خط می‌نوشتم، استاد اشتباه کردم اینجا، خرابکاری کردم، برنامه اینجوری شد، بعد استاد یه جمله میگفتن اشکال نداره، یاد میگیری. هر سری میگفتن یاد میگیری، مهم نیست، درست میشه. ناراحت نیست. خیلی کوتاه جوابای کوتاه میدادم. اینجا آقای قاسمی نوشته بود که بسیار هم پیگیر هست خانم. مثلا آقای پیگیر هم پیگیری من ندیدم، خیلی کم دیدم. و آقای اورزگاری هم این نوشته، من اتفاقا چند روز پیش آقای مظفری رو دیدم، ما هم قصه میکردیم در مورد کشور خورشید و دو صحبت از علی مدد رزوانی شد که به هر حال هر رقم بود به قول معروف دیگه دوم به دست نداد و در برنامه ما نتونستیم که مهمان کنیم. من بهش گفتم، گفتم با این رزوانی، گفت که من دیگه من نتونستم و نشد برابر نشد ببخشینا. گفتم اتفاقا من اصلا یک ذره مقید افراد رو نمی کنم به اینکه حتما در معذوریت بیافتن و ناچار باشن که حتما دعوت ما قبول بکنن. بعضی وقتا هست که شخص شرایطش رو نداره، بعضی وقتا گرفتاره. همچنان که من خودم بعضی وقتا معذبم که آدم ها اصرار دارن که تو بیا برنامه ما شرکت کن و بعضی وقتا تحمیل میشه به من. من هم هیچ وقت دوست ندارم چیزی رو به کسی تحمیل بکنم. من همین خاطر به بعضی از دوستا که آمادگی نداشتن، مثلا محمد حسین محمدی، خب من اصلا در فضای مجازی و لایو و اینا نیستم، معمولا اینستاگرام کمتر هستم و من واقعا برم قابل احترام این منش روش آقای محمدی، چون بیشتر به تحقیق و کتاب و تدوین و اینا میرسه، یعنی مرتب تو اینستاگرام مثل ما خلاص نیست مثلا. و گفتم که واقعا برم قابل احترام این موضوع. با آقای رضوانی هم میگفتم و گفتم که کلا ما اخلاقم اینه که خیلی هم پیگیر نیستم در این موضوع و خیلی مثلا کسی مهمانی اگر احیانا خواستم دعوت بکنم گفتم، گفت نمیشه دیگه اصرار نمی کنم. و بگی آقای مظفری گفت بله تو خودت پیگیر نیستی، ولی یک کسی با برنامه گذاشتی که از پیگیری بدن آدم ها در میاره. گفت تو فکر میکنی که در اینجا پیگیر نیستی؟ گفتم بله دیگه، اتفاقا ایشان داره جبران میکنه تنبلی و در این پیگیری ها. نه جالبش اینجاست که چون استاد میدونستم من خیلی اذیتشون کرده بودم برای برنامه ها، گاهی وقتا من گفتن که اصرار نکنی ها، اصرار نکنی، مثلا برد کردم پیدا کردم میخوام باش صحبت میگم، میگفتم یه بار اصرار نکنی با بند خدا ممکنه گرفتار باشه و تحمیل بشه با او. میگفتن نه فلانی، گفتم با فلانی با کادمی علاقه دارم، ارادت دارم. و چی خب بله بگه که ارادت داره، ولی ممکنه بهش تعمیل بشه. همیشه همین دغدغه رو داشتم که نکنه یک بار یک آدمی در معذوریت قرار بگیره در این جلسه. ولی واقعیت هم میبینه که در کار رسانه‌ای فرد باید پیگیر باشه و از خسته نشه تماس گرفتم تا به نتیجه برسه. اهالی مطبوعات و روزنامه و خبرنگار هم معمولا نمیتونه، فقط خبرنگاری میتونه موفق باشه و خبر همیشه صفحش تأمین بکنه، مطالبش تأمین بکنه که به طور قول معروف دیگه دست از سر طرف بر نداره. و این واقعا یک استعداد میخواد، یک حوصله میخواد، یک پیگیری و جدیت میخواد که فقط بعضی کسایی داره. بله با تشکر. من همینجا از همه اساتید، از دوستان محترم عذرخواهی میکنم برای اینکه واقعا اذیتشون کردم بارها و بارها. در کنار این که من برای کشور خورشید تماس می گرفتم، مثلا می گفتم که الان وظیفه من تا این قسمت بوده، من از طرف استاد برای برنامه تماس گرفتم، در کنارش یه سری صحبت دارم در مورد خودم، مثلا همین فعالیت هایی که بیاین لایو بذارید، یه ذره مشارکت داشته باشید، آثار رو نشر بدید. گفتم این از طرف خود منه، یعنی این ربطی به برنامه کشور خورشید نداره و شاید خیلی وقتا خسته کننده بوده تماس های من، پیام های من برای نقاط دیگه هم رقم زدیم، یعنی بعضی از لایو ها، بعضی از برنامه های دیگری را هم شما پیشنهاد دادیم به دوستان. مثلا های مدفری یک برنامه گذاشتن، دوستان دیگری برنامه های شعر گذاشتن، برنامه های مختلفی گذاشتن و اینا هم بخشی هاش در پشت صحنه حضور شما محسوس بوده و خودش این خیلی مهمه، یعنی اینکه ما کسانی داشته باشیم که فعال باشن در این زمینه ها و افراد رو به حرکت بکنن. بله چون خب اساتید مثل استاد مظفری یا سایر دوستان ما در زمینه های دیگری، حالا جناب عارف جعفری هم در جمع ما هستن، همه اینا در حوزه خودشان واقعا صاحب حرفن، صاحب سخن هستن و
خوب است که برنامه های گذاشته شود که بتانن نسل جوان ما از دانششون استفاده بکنن، از تجاربشون استفاده بکنن، و ای بجز یک کسی که خودش علاقمند مسائل فرهنگی باشه و پیگیر باشه، کسی نمیتونه کار رو پیش ببره. بجز سمای صادات عزیز که به خوبی در برنامه کشور خورشید بخند تمنیستن با پیگیری و پشت کار برنامه را پشتیبانی بکنن. با واقعا مانده نباشید سمایجان عزیز، تشکر که با صمیمیت با پشت کار در کنار ما بودی. بازم میشنویم از خودت و به خصوص در مورد بعضی تماس هایی که مهمان هایی که از اون طرف از کشورهای دیگه دعوت میکردی که ساعات ما با ساعات اونا تفاوت داشت، این چه قسمی پیش میبردی؟ چی کار میکردی؟ از سختی های کار خودت مقداری بیشتر بوده؟ بیشتر اختلاف ساعت با آقای استاد الطاف حسین سراهنگ بود که 8 ساعت اختلاف ساعت داریم. اون شبی که استاد شریف غزل داشتیم صحبت میکردیم، همزمان استاد الطاف به منزل ایشون تماس گرفته بودن، یعنی دو تا گوشی رو با هم دیگه روبرو کردن و بلنگو من با استاد الطاف صحبت کردم، گفتم که شما تماس بگیرید که من به شماره شما دسترسی پیدا کنم برای برنامه. زمانی که استاد الطاف حسین به من زنگ زدن من مراسم ختم گیرم، ایشون گفتن که من مزاحم شما نمیشم که مراسم ختم هستید، عذر میخوام این موقع تماس گرفتم، شما که فارغ شدید از کارتون به من زنگ بزنید. من که رسیدم خونه ساعت 12 شب بود. خیلی خیلی این خاطره هیچ موقع از ذهن من خارج نمیشه، بزرگواری یک انسانی که مثلا در این حد شناخته شده هست و خب از خبرگزاری های بزرگ باشون تماس میگیرن، مثلا آدمی بوده که همیشه در معرض دید بوده، همیشه مثلا معرض توجه بوده. من موقعی که زنگ زدم بهشون ساعت 12 شب فکر میکردم مثل استاد غزل مثلا 3-4 ساعت زودتر باشه ساعتشون، یعنی مثلا تا دیر وقت نباشه. اولین چیزی که پرسیدم گفتم استاد اینجا ساعت 12 شبه، برای شما ساعتی که تماس گرفتم ساعت بدی نیست، میخواستم منتظر نمونید. بلافاصله گفتن اینجا ساعت 4 بعد از ظهره، شما 12 شبه، زمانی که باید استراحت کنید، من مزاحم شما نمیشم، قطع میکنم زمانی که برای شما مناسب بود تماس میگیرم صحبت میکنم. واقعا در برابر این هم بزرگی. اینجا مثلا شما شاهد هستید، ما خب شاعرای خوب داریم، نویسنده‌های خوبی داریم، خواننده‌های خوبی داریم. کسی که تو عرصه هنر به یک آوازه و شهرتی میرسه معمولا اینجوریه، اون آدمی که میخواد باهاش مصاحبه میگیره باید دنبالش بدو بره تا زمان مناسبش، یعنی مثلا اگه وقت نداشته میگه اون آدم با من کار داره، اون باید منو پیدا کنه، اون باید با من تماس بگیره. یک آدم در حد و اندازه استاد الطاف حسین به من میگه که تو میخوای استراحت کنی، من مزاحم تو نمیشم، من قطع میشم تا زمانی که شما زمان خوب مناسب برای شما باشه. من هم ازشون تشکر کردم، هم عذرخواهی گفتم، استاد همین که شما دارید جواب میدید این لطف بزرگی، میتونید اصلا جواب ندید، من باید شما رو پیدا کنم. گفتن که این حرفو هیچ وقت نزن، من از پدرم آموختم که تکبر فقط برای خداست، ما حق نداریم تکبر داشته باشیم، من هیچ کسی نیستم که شما بخواید منو بزرگ بدونید. و واقعا اینجا ضرب المثلی که میگه درخت هر چقدر پربارتر سر بزنیتر، من در رفتار هم استاد کاظمی و هم در رفتار آقای الطاف حسین واقعا دیدم اینکه چرا با تمام مثلا بزرگواری خودشون چقدر فروتن هستن. ایشون من دعوت کردم، پذیرفتن و خوشحال شدن، سلام رسوندن، گفتن که من علاقه زیادی به استاد کاظمی دارم، واقعا مشتاق بودن در برنامه حاضر باشن. یه سری معاینات پزشکی داشتم، من در هفته 3 روزی بیمارستان هستم و داروهایی که استفاده میکنم داروهای سنگینیه، در زمان برنامه باید سرحال باشم که بتونم هم بشینم هم صحبت کنم، ذهنم با توسط داروها روزی که قرار بود لایو داشته باشیم شب تولدشون بود که فرداش میشد زمان لایو ما. ایشون پرسیدن که با توجه به اختلاف ساعت، مثلا ساعتی که هست اگر دیر بشه زود بشه، مثلا من تا حالا برنامه این مدلی شرکت نکردم، اگر ساعت ما مشکل ایجاد بشه برنامه انجام نشه چه اتفاقی میافته؟
من گفتم که استاد هیچ موقع در تنگنا نمیذاره، برای استاد مشکلی نیست و شما میتونید در برنامه نباشید، فقط من بدقول میشم از اینکه شما به برنامه نیارم، من بدقول میشم. فقط همین اینو من گفتم. فرداش که من زنگ زدم که مثلا 8 ساعت رو حساب کردم که ایشون بیدار باشن، وقتی زنگ زدم گفتن که من اصلا نتونستم بخوابم، تمام شب به این فکر میکردم تو بدقول میشی، اگر این برنامه رو من خوب بلد نباشم وارد بشم تأخیری داشته باشه، تو گفتی بدقول میشی و من نتونستم تمام شب بخوابم. و تا زمان برنامه، تا نیم ساعت از برنامه که باشون تماس گرفتم، یه دفعه فشارشون بالا رفت، اینقدر بیخواب بودن و خسته بودن که گفتن که نمیتونم یک کلمه هم صحبت بکنم و الان چه کار خواهم کرد. بعد من شرمنده شدم، واقعا واقعا شرمنده شدم که چرا این حرف رو زدم. این که به هر حال اینقدر احترام بذاره به مخاطب خودش، اینقدر براش مهم باشه یک استاد بزرگ، که گفت من مثلا طرفش آقای گفتم استاد کاظمی ناراحت میشه شما میتونید تو برنامه نباشید، و میدونست مثلا من کسی نیستم، مثلا نه نامی اعتباری نه هیچی، آدم بی سواد، و بهشون گفتم این که این احترام قائل باشن برای یک نفر برای من خیلی بزرگ و ستودنیه. من زمان ساعت رو نمیدونم الان ساعت چنده و فکر میکنم خیلی هم پرحرفم برنامه رو دیگه 10 دقیقه به 11 مونده، ما حدود نزدیک 50 دقیقه برنامه رو داشتیم، 10 دقیقه دیگه وقت داریم. بانو زینب جان اگه صحبتی دارید، شما اگر گفتنی دیگه ای دارید بفرمایید، دیگه آخرین برنامه و اگر دوستان دیگری صحبت و خاطره ای دارن و میخواین که در صفحه بیاین حضور پیدا بکنن، نکته ای رو بگن، خاطره ای دارن، و خصوص خوشحال میشیم که الله از حضور و نام استفاده بکنیم. سمعی سادات عزیز هم طبیعتا حرفا و گفتنی ها خیلی زیاد است، و اگر نکته مهمی دیگری هست از شما میشنویم، و میدانم که خیلی جا داره که هنوز هم ما صحبت بکنیم و بشنویم از خودت، ولی خب شاید حوصله و حوصله مخاطبین عزیز ما را پس با طولانی شدن برنامه ممکن است که سر بره، خدای نکرده صحبت ها طولانی شده. اگر نکته هست میشنیم سمیه جان عزیز. تشکر از شما، ممنون برای وقتی که دادید. من یه چند تا پیشنهاد رو بگم، چیزی که در ذهن من هست و فکر میکنم که نیاز داریم فراهم بشه، یک سایت معتبره که ما بانک اطلاعاتی از هنرمندان و مفکر افغانستان به صورت این که منسجم و قابل اعتماد باشه نداریم، تا اونجایی که من جستجو کردم. یعنی این که اگر یه نفر بخواد تو گوگل جای سرچ بکنه که ما چه تعداد هنرمند نقاش داریم، خطاط داریم، مشاعر داریم، ما هنرمندان مختلفی داریم، در کجا هستن و چه جوری قابل دسترسی هستن، ما یه همچین چیزی نداریم. باید یک بانک اطلاعاتی ایجاد بکنیم که در سراسر دنیا شناسایی بکنه و قابل دسترسی باشه برای هنرمندان مختلفی که ممکنه در مثلا فعالیت‌هایی بخوایم ازشون همکاری بگیریم یا دسترسی داشته باشیم. من چیزی که اول شروع کردم برای راه اندازیش این که یک مدرسه مجازی داشته باشیم، یک سری آموزش‌هایی مثل زبان، لهجه، پوشش، که مهاجرین در طی سالهایی که از افغانستان خارج شدن به تدریج از دست دادن لهجه هست، لهجهشون به مرور زمان خیلی خراب شده یا از دست رفته یا تغییر کرده، لطمه زیادی خورده پوشش و لهجه ها. این که بیاییم لهجه ها رو احیا بکنیم، فرهنگ رو احیا بکنیم، خیلی از آداب و رسومی که در افغانستان بوده و الان بچه های ما اصلا هیچی ازش نمیدونن. برنامه های مثل کشور خورشید هم جاش خالی بوده، هم این که برای یک قشر با سواد شاید پخته تری قابل استفاده هست، شاید از 30 سال به بالا یا 20 سال به بالا. برای بچه هایی که از 6 سال 10 سال به بالا هستن ما چه برنامه هایی داریم، چطوری میتونیم بچه هایی که دبستانی هستن آموزش هایی بدیم، چیزهایی بیاموزیم که افغانستانی بودن چی هست، کشور چی هست، ملیت چی هستش،
مهاجر اصلا یعنی چی، چرا ما مهاجر شدیم. فکر میکنم احساس نیاز میشه که به بچه ها بگیم برای چی مهاجر. مهاجر بودن چیز بدی نیست، اختزای زمان هست و برای همه آدم ها در کشورهای مختلف ممکنه پیش بیاد. اینو میشه به توسط نویسنده های کودک، کسانی که کار نویسندگی کودک میکنن، در قالب داستان های این مفاهیم رو بیارن که بچه های مهاجر، ویژه بچه های مهاجر باشه تا آشنا بشن با کودکان خورشید، فرزندان خورشید، نسل خورشید. نام خدا سمیه جان عزیز پر از طرح هست. حالا ما یکسیری در واسط برنامه کشور خورشید بود که برنامه پیشنهاد کردم، گفتن که حالا کشور خورشید که انشالله به اتمام رسید یک برنامه داشته باشیم برنامه بانوی خورشید و یه برنامه را با کمک هم بچرخانیم و پیش ببریم. من گفتم که حالا با همی شرایطی که همی الان هستیم، ما من خودم مشغله های کاری هست و رادیو و خود فعلا کشور خورشید فعلا با سختی داریم هماهنگ میکنیم که این برنامه را انشالله جریان داشته باشه. فعلا من یکی که آمادگی ندارم، ولی نام خدا سمیه جان پرستر و ایده هستن، همی الان هم مشخص است که خیلی حرف برای گفتن دارن. انشالله که توفیق پیدا بکنیم و فرصتی فراهم بیاید و بتانیم باز هم برنامه خوبی رای راه بکنیم با طرح و ایده های بسیار خوبی که شما دارین. پیام های دوستای عزیز هم در این زمینه مشوق هست، همین لحظه پیام های زیادی گذاشته شده. از اون جناب آقای بینش نوشته کردن که کشور خورشید به اندازه چند واحد درسی در دانشگاه تانست اطلاعات بده، که خب ما خوشحال هستیم که تانسته این نقش را داشته باشه. تشکر از سمیه جان عزیز، خیلی خوشحال شدیم که در کنارت بودیم. انشالله بازم با پیشنهاد خود بتونیم برنامه بهتری را انشالله شروع بکنیم و پیش ببریم. بله، من هم آرزوی موفقیت دارم هم برای ایشان و هم اینکه دعوتی و پیشنهادی به کسان دیگری که میتونن این چنین برنامه های رو در حوزه های مختلف اجرا بکنن پیش ببرن. حالا ما یک قسمت هایی در زمینه تاریخ و جغرافیا و ادبیات و فرهنگ و اینا یک سری کارای کردیم، خیلی اتفاقات دیگه ممکنه بیفته در حوزه های دیگر به صورت لایو های اینستاگرامی، به صورت برنامه های آموزش مجازی هم چون که شما گفتن. امیدوارم که این جریان تداوم پیدا بکنه و کشور خورشید فقط یک گامی باشه از یک جریان بزرگ، و خانم نجفی هم ان شاءالله که در همه جریان حضور داشته باشه. بله، من پیشنهاد دادم با آقای عارف جعفری نغمه های خورشید رو داشته باشیم در مورد برنامه مستقل موسیقی که بعد آقای ابوطالب مظفری که پیشنهاد دادم خورشیدی ها داشته باشیم و هر جلسه مهمان محور باشه، گفتگو محور باشه در مورد بزرگان و افکار افغانستان که هنوز ایشون قبول نکردن و بانوی خورشید داریم. هنوز ها فعلا قرار است که بتابه و گرم بکنه و ایده های شما انشالله با جریان بیفته. امیدوارستم که دوستای دیگری هم انشالله استقبال بکنن. در اصلت امکاناتی که فعلا خوشبختانه فضای مجازی و اینترنت در اختیار دوستان، در اختیار همه قرار داده، یعنی از هر جایی از دنیا، و حالا که فاصله افتاده، حالا که دور شدیم از هم دیگه، حالا که در یک کشور نیستیم، امکانات دوستان میتونن استفاده بکنن. با امکاناتی که ما ببینید، ما شاید کسی فکر بکنه که یک استدیوی ویژه ما داشتیم، در حالی که یک اتاق است و یک تابلو است که تابلوی شما، تابلوی کشور خورشیده که همین لحظه میبینید، در همین فضا فقط یک تابلو عوض میشه، یعنی میشه تابلوی شبی بابی دل در اون گوشه میال گذاشتگی است که شبای یک شنبه استاد این رو ور میداره، یک شبی بابی دل رو میگذاره، یک شبی که میشه این میگذاره. تابلوی یک پرینت رنگی گرفته شده، یعنی با کمترین امکانات فقط یک تابلو ساخته شده که این تابلو قرار میگیره و بعد ما در این قاب قرار میگیریم و در خدمت دوستان هستیم با کمترین امکانات. باید گوشی معمولی هواوی که تازه اون گوشی خوب مال زینب جان، گوشی معمولی ترشه، باید میگیریم که ضبط بکنه، یک گوشی لایو پخش میکنه، یکی دیگه ضبط صوتی رو انجام میده، و یک دونه میکروفون از این میکروفون های یقه ای که ما اینطوری
استفاده میکنیم که وصل میکنیم به یخی خو که صدا رو بهتر بگیره. تمام تجهیزات همه و یک میز و یک جعبه که این جعبه شکلات بوده. بله. جعبه شکلات بوده و الان چیزی که برای دم و دستگاه گوشی رو روش نصب میکنیم که حالا قابل نمایش نمیدونم هست. بله. که پیچ و مهره اینجا نصب کردن. یعنی یکی از دست وسیله هایی که گوشی تلفن به داخل ماشین نصب میکنم به شیشه، ما از اینا گرفتم روی یک دانه جعبه چسبوندم. این جعبه ای که جعبه شکلات بوده. بله. در هم داره و داخلش هم باز میکروفون میگیره. بله. این امکانات هم یک از دوستان آورده بودن. این جای نصب گوشی هم که هدیه خواهر گرامی استاد میری جان سایی که برای ما از لندن آورده بودن. یاد رو همین یاد بکنیم. از بسیاری از دوستان از کشورهای دور از خارج در واقع همراه بودن، از اون سر دنیا برنامه میشنیدن و همراهی میکردن، به جمله سایلا جان عزیز، شکیلا جان، دخترمای عزیز استاد که از اون طرف دنیا رأس ساعت که کشور خورشید شروع میشد میدیدیم که سایلا جان حضور پیدا میکنه، میری جان سایی خواهر عزیز استاد از اون طرف و خیلی از دوستان ما از کشورهای دیگه همراه بودن. یعنی ما به راحتی در یک فضا قرار میگرفتیم، صحبت میکردیم، رای مطلب داشتیم و هر کسی از هر جایی از این دنیا با یک گوشی وصل میشد و تجربه بسیار خوبی داشتیم در ارائه یک برنامه فرهنگی که حاصلش کشور خورشید شد. و ساعت 11 شد. ساعت 11 شد. دیگه وقته. درسته. و این که از نپذیرفتن این که خیلی از بزرگان اصلا قبول نمی کنن که مجری یک لایو اینستاگرام می باشن، مجری یک برنامه فرهنگی باشن، یعنی این سختی این کار رو نشون میده که استاد کاظمی همین که پذیرفتن یک برنامه رو داشته باشن، چه بهارستان، چه زیده، چه کشور خورشید، این یک از خودگذشتگی داره. مثلا هم از نظر وقتی که میذارن، از نظر اعصابی که میذارن، از نظر کارهایی که دارن انجام میدن، یک قدم بزرگ و یک کار بزرگه. من از طرف همه دوستان از شما تشکر میکنم. به شما خسته نباشید میگم. تشکر از شما برای همه صبوریاتون. یک نکته ببخشید، زمان گذشته، این که باید در مورد کارهای فرهنگی به طوری عمل بکنیم که کار فرهنگی نتیجه اقتصادی هم داشته باشه، یعنی این که آدم هایی که مثلا در کار فرهنگی هستن، اهل قلم هستن، بتوانن با توانایی خودشان اقتصاد فرهنگی هم به وجود بیارن. این فکر میکنم که نیازمند اینه که، چون حمایت، هیچ حمایتی نمیشه از کار فرهنگی، هیچ حمایتی نمیشه، زمینه این که فعالیت اقتصادی و درآمدی داشته باشه، این هم باید لحاظ بشه تا به پیشرفت هایی و گام های بزرگتری بتونیم. انشاءالله. امیدوار هستیم کسانی که دستی در کار خدمات فرهنگی و دستی در کار این دارن که میتونن سرمایه گذاری بکنن و هزینه بکنن، بیان و هر کدام دور هم بشن، یک قسمت امکانات تامین بکنه، یکی برنامه اجرا بکنه و پروژه های از این قبیل را دنبال بکنن و حاصلش این باشه که ما بعد از چند سال کلی آگاهی بخشی در ملت خودمون، برای مملکت خودمون داشته باشیم. هم در زمانه ای که خیلی از امکانات آموزشی ما متاسفانه یا ضعیف هست یا محدود هست و خیلی ها محروم هستن از آموزش. البته استاد الان بیشتر فروش محتوا هست، یعنی به کمتر از این چیزی که شما میگید، هر یک نفر با یک دونه گوشیش میتونه آموزش چیزی که بلد هست کلاس های راه بندازه و از شهریه اون اقتصاد برای خودش به وجود بیاره. امیدوارم که اینطور بشه و ما این فرصت رو استفاده بکنیم، فرصتی که در فضای مجازی داریم برای یادگیری. بله، من جا داره که یاد بکنم از آصف جان حسینی، دکتر آصف حسینی، از دوستای شاعر و نویسنده ما که تحصیلات داشتن در آلمان و بعد از اینکه درهای مکاتب بسته شد برای دانش آموزان افغانستانی،
تعداد زیادی از دوستان بودن که پیش قدم شدن و پیشنهاد دادن که ما میخواییم آموزش بدیم و دانش آموزان و دانشجوها در افغانستان و صفحه باز کردن در این زمینه، از جمله ایشان بودن که این مسیر میتونه ادامه داشته باشه، این راه میتونه ادامه داشته باشه، کمک بکنیم و دست کسایی را که در افغانستان فرصت های تعلیم و آموزش ازشان گرفته شده را بگیریم و هر شکلی که میتونیم با هر قلم و قدمی که میتونیم برداریم و بنویسیم و پیش ببریم. تشکر سمیه جان عزیز، تشکر داریم از حضور گرمت. یکی از دوستان دیگر هم فکر میکنم مهدی جان ابو صالحی ظاهران صحبت دارن، جناب آقای معصومی، البته فرصت گذشته ولی نمیدانم که آیا میشه در خدمتشان باشیم. میشه دوستان گفتنی در مورد این کشور خورشید دارن دعوتشون بکنیم و احیانا اگر گپ گفته دیگه ای هست باز بگذاریم به برنامه دیگری. کشور خورشید که تمام شد، به امید خدا ما برنامه های زنده بهارستان که شعرخوانی بود را هم باز به مرور ادامه بدیم و بتونیم، چون وقتی مشغول کشور خورشید شدیم نرسیدیم بهارستان دنبال بکنیم. انشاءالله که این اتفاق هم بیفته در شعرهای دوستان را هم استفاده بکنیم. سوالی جان نوشتم که هر پنجشنبه جای شما را تشکر. ممنون سوالی. خواهش میکنم که زینب جان شما یک شعر هم در پایان برنامه بخونید با شعر شما تموم بشه. ممنون شما اگر یکی از شعرهای خودتون رو بخونید. یک بیت شعری که معمولا در آغاز کشور خورشید دیگه به خاطر خود نام کشور خورشید من میخواندم، هم غزل از بیدل را چند بیت شعر بخوان آماده کردم. زین گفتتان به حیرت شبنم رسیده این باید دری به خانه خورشید باز کرد، این را انشالله ابیاتی را خدمت دوستان عزیز خواهم خواند. بخوانم هم یاد دیگه الان با همی خط بکنیم برنامه را. آگاهی از خیال خودم بی نیاز کرد، خود را ندید آینه تا چشم باز کرد. نعل جهان در آتش فکر سلامت است، آن شعله آرمید که مشق گداز کرد. چون آه گرد رهگذر ناامیدیم، هر کس ز پا نشست مرا سرفراز کرد. کلفت زدای کینه دلها تواضع است، زین تیشه می توان گره سنگ باز کرد. حیرت مقیم خانه آیینه است و بس، نتوان بر روی ما در دلها فراز کرد. زین گلستان به حیرت شبنم رسیده ای، زین گلستان به حیرت شبنم رسیده ایم، باید دری به خانه خورشید باز کرد. باید دری به خانه خورشید باز کرد. با امیدوار هستیم که این در بر خانه خورشید همیشه گشوده بمانه. خب اگر گفتنی نیست دیگه، دوستان زیادی کامنت گذاشتن و نوشتن. بله جواد آقا گفتن استاد جایزه ما یادتان نروه، بد نیست. یک جمله رو گفته جایزه میخواد. بله خوبه، ما در خدمتیم. با اندازه یک جمله که یاد گرفته پشتو ما انشالله برش جایزه میدیم. بله خب تشکر از یجان قاسمی، گفتن سلسله برامای خوبی بود. اجازه بدیم که ببینیم که باز اگر کامنت های دوستان هم یک مروری بشه. چیه که دوستان گفتن لطفاً گفتن مسیج منو جواب بدید. من نمیدونم در کجا دوستمون پیام دادن، اگر ممکنه به گفتن در افغانستان هستم نیاز به صحبت دارم. اگر ممکنه که به تلفن به تلگرام یا واتساپ به من پیام بدن دوست گرامی، و اگر مورده و این نوشتن یا اکثر نوشتن جواب بدید و من نمیدونم که چی کاری از دستم برمیه. حالا من شماره واتساپ رو میدم اینجا دوست به دوستان، تلگرام رو تلفن رو میدم، اگر لازم باشه با واتساپ پیام بدن اونجا با صحبت کنم. سویل جان عزیز نوشتن که پنجشنبه ها نداریم دیگه کشور خورشید چیکار بکنیم. انشالله ما کوشش میکنیم که شب شعر بهارستان رو که شبهای جمعه بود دوباره به جریان بندازیم و باز دوست عزیز داشته باشیم. سویل جان عزیزم که شبهای شعر بهارستان حضور داشتن، شعرخوانی داشتن و انشالله باز هم حضور گرم شما را داشته باشیم.
بله به امید خدا، حالا هر هفته هم نباشه حداقل یک هفته در میان اینا به هر حال هستیم اینجا انشاءالله. به امید خدا همین جگاه هستیم. میگه که خواص مرغ دست آموز دارد طینت بیدل، خواص مرغ دست آموز دارد طینت بیدل، به هر جا می روم تا می دهی آواز می آیم. خدا حافظ. خدا حافظی نکنیم. یک چیز دیگه که در مورد خود مطالبی که در برنامه ارائه می شد و این مطالب را استاد آماده می کردن و ارائه می کردن، من جا داره که این نکته هم خدمت دوست عزیز بگویم که من خودم در برنامه های دیگری که در مورد با موضوع آداب رسوم افغانستان بود و در مورد هنر و ادبیات در افغانستان بود، در جای دیگه ارائه برنامه داشتم و به عنوان نماینده از افغانستان در واقع اونجا حضور داشتم. در چندین برنامه‌ای که من میخواستم ارائه مطلب داشته باشم، خود کشور خورشید و درد من خورد، یعنی مطالبی که در کشور خورشید ارائه شده بود بسیار برام کارگشا بود. من جمله مثلا یک برنامه قرار بود که در مورد خطاطی داشته باشیم در افغانستان، خطاطی در افغانستان، هنر خطاطی. خب خواستم که در این باره سرچ بکنم، جستجو کردم در اینترنت، در این طرف در اون طرف، مطالب پراکنده بود، خیلی هاشون مطالب کلی بود یا بعضی از این مطالب مطالبی بود که خیلی جزئیات حاشیه‌ای در متن‌ها گنجانیده شده بود که مرا به یک مطلب یک دست شسته رفته نمی‌رسان. و ناگهان به این فکر شدم که خب ما در کشور خورشید خود ما برنامه داشتیم، رفتم برنامه را دانلود کردم و از آغاز واقعا لذت بردم از خود چینش استاد کاظمی در این برنامه، که معمولا یک از آغاز برنامه را از همون قسمتی که حرف شروع میشد به گفتن، برای گفته شدن، تاریخچه اون مطلب، هنرمندانی که در اون زمینه برجسته هستن، از گذشته، از امروز، بسیار زیبا چینش شده بود مطالب. و من خودم یعنی میگم که در چند برنامه‌ای که جای دیگه ارائه داشتم برای مطلب در مورد مطالبی در مورد افغانستان، کشور خورشید بسیار شسته رفته بود، یعنی لازم نبود که دیگه من جای دیگه مراجعه بکنم، از مطالب پراکنده دیگه ای که در فضای اینترنت بود بی نیاز شدم با مراجعه به کشور خورشید. اختصاصا این برنامه خوشنویسی را بسیار من استفاده کردم و بعدم برش گفتم بودم چطور این همه اطلاعات از کجا شما فراهم کردی، یعنی از قدر شسترفته مرتب از آغاز این هنر خوشنویسی در افغانستان، تاریخچه‌اش، هنرمندان بروزش. و جا داره که خسته نباشید دیویجا بگویم در این باره که اقدر مطلب مرتب و منسجم ارائه می شد در برنامه، چون خب خیلی وقتا شاید آدم بشینه پای یک صحبت در یک لایو در برنامه های مختلف، حالا چه فضای مجازی چه فضای مثلا رسانه های دیگری که هستن، میبینی که مطالب خیلی به حاشیه میره، ولی استاد کاظمی بسیار مطالب مرتب و منسجم ارائه کردن، طوری که وقتی به یک برنامه کشور خورشید با موضوع خاصی مراجعه میکنی دیگه واقعا به دست میاری، به دستت میاد که این هنر تاریخیش چی هست، هنرمندایش چی هست، در شرایط فعلی چه سیری را سپری میکنه و از این جهت واقعا دست میاد. تشکر. من این را بیشترش را مدیون کتاب هایی هستم در این مدت خواندم یا ویراستاری کردم. این ویراستاری با وجودی که وقت من خب وقت قابل توجهی از من میگیره و حدود 30 سال هست که من مشغول ویراستاری هستم، یک چیز برکتی که برای من داشته همی بوده که اطلاعات من در این زمینه ها طبیعتاً زیاد شد. مثلا من یک کتاب 400-500 صفحه‌ای درباره هنر خوشنویسی و نقاشی در افغانستان ویراستاری کردم که کتاب رنگ و رنج آقای اصیل بود. خب طبیعتاً اینا به خاطر ما. من 3-4 تا کتاب تقریباً 1000-1500 صفحه‌ای درباره تاریخ افغانستان ویراستاری کردم. افغانستان در 5 قرن اخیر، افغانستان در مسیر تاریخ، افغانستان در قرن 20، چند کتاب درباره تاریخ جغرافیای تاریخی افغانستان، مثل افغانستان در روایت دیگر به ما ویرایش کردم. درباره ادبیات داستانی مثلا من کتاب میراث در شهرزاد در افغانستان رو کلا ویراستاری کردم و بسیاری از مجموعه داستان‌های افراد مختلف در شهر
در زمینه‌های مختلف، و این ویراستاری ها جدا از یک اثر ایجاد کرد و کتابی بود که به دست ما ویرایش شد، اطلاعات زیادی به خودم داد و به طوری بود که ما برای خالق برنامه های کشور خورشید آمادگی که میگرفتم در حد 10 دقیقه 15 دقیقه بود. این فقط همون محفوظات رو یاد داشت میکردم و میامدم ارائه میکردم و خوشحال هستم که بالاخره اینا یک جایی ارائه شد. خب ما چی بخوانم؟ یک سوالی بود که معمولا در هر برنامه اول برنامه چی بخوانم؟ خب اول برنامه چی بخوانم؟ کوشش میکردیم که مطلب مرتبط باشه، یا مطلب متن تاریخی یا شعری که انتخاب میشد کوشش میکردیم مرتبط باشه. با در صورت حس خیلی خوبی داشت ساختن کشور خورشید، تجربه بسیار خوبی بود در کنار شما دوستای عزیز. سپاسگزار همراهی یک یک شما دوستان عزیز هستیم. افتخار ما بودیم که در کنار ما بودیم و با حضور شما کشور خورشید ساخته شد. تشکر از همه دوستان. به هر حال انشاءالله ما همچنان هستیم با برنامه های دیگری. بدیخانی ما انشاءالله امیدوارم که ادامه پیدا بکنه و برنامه محفل شعر بهارستان و ممکن هم از یک بار یک تر و برنامه دیگه هم آدم گاهی به صورت گاه به گاه برو سر دست. خدا حافظ همه دوستان عزیز. تشکر. زنده باشین، سلامت باشین و خدا نگهدار. بدرود. خدا حافظ شما.